سلام، به برنامه سنگاه خوش آمدید. در خدمت شما هستیم با سلسله مباحث رابطه دین و سیاست که سه تا مبحث از این مباحث را تا به حال سپری کردیم با حضور مهمانان گرامی آقای دکتر امان الله فصیحی و همچنان آقای دکتر رحیمی که تا به حال بیشتر بحث ما روی بخش فلسفی رابطه دین و سیاست بود. ما حداقل باید چند مبحث اینجا داشته باشیم. یکی از منظر فلسفی باید روی این مبحث میپرداختیم، دوم از منظر کلامی، سوم از منظر فقهی، بعد از منظر جامعه شناسی و تاریخی و مفهومی و منطقی. که ما در مبحث اول فقط به مقدمه این مبحث پرداختیم و این رابطه پرداختیم. در مبحث دوم و سوم تا حدی از منظر فلسفی این بحث را گشودیم که چگونه رابطه‌ای میتونه وجود داشته باشه بین دین و سیاست. حالا باز هم امیدواریم که در این جلسه امروز با بحث فلسفی را بتونیم به پایان برسانیم تا به مبحث کلامی برسیم و از دیدگاه کلامی هم رابطه‌ای بین دین و سیاست را بتانیم به بررسی بگیریم. آخرین صحبت هایی را که آقای دکتر فصیحی در جلسه قبلی داشت در ارتباط به رابطه دین و سیاست، ایشان اظهار داشتن که رابطه ای که بین خدا و انسان وجود دارد دقیقا یک رابطه فردی هست که در او و یا از این رابطه نمیشه سیاست را برگرفت، یا نمیشه گفت که در نوع رابطه ای که بین خدا و انسان وجود دارد نمیتونه سیاست را اینگونه بر بتابد که از این رابطه انسان باید سیاست خودش را هم از این رابطه برداشت بکنه یا بگیر. که آقای رحیمی در رد این نظریات صحبتهایی را داشتند. حالا باز هم از همینجا بحث شروع میکنیم. در نخست از آقای رحیمی میپرسیم چون آخرین صحبت ها را در جلسه قبلی آقای فصیحی داشتن. حالا از آقای رحیمی میپرسیم که چقدر این صحبت های آقای فصیحی میتونه راه داشته باشه و دقیق باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و خدمت حاضرین، سلام به شما، مخصوصا استاد محترم جناب آقای دکتر فصیحی. صحبت هایی که جناب آقای دکتر کردن، من ابتدا اشاره بکنم و به صورت نکتوار اون صحبت ها رو مورد یک کمی مداقه علمی قرار بدیم. بله. خب، من ابتدا البته این نکته رو متذکر بشم که کلن سکولارها، حالا چی در حوزه کل دینی، حالا که بیشتر از مسیحیت شروع شده و چی در حوزه اسلامیشه، همیشه مغالطه کردن. یعنی شاید بیشترین بهره رو یا سوء استفاده رو بگیم بیشتر از مغالطه اونها کردن. مثلا از جمله در مورد خود دین و در مورد سیاست، من یک مروری داشتم بر اندیشه های سکولارهای مسیحی و سکولارهای مسلمان راجع به این دو نکته. مثلا من فکر میکنم که اگر برهانی بحث بکنن و واضح و روشن بحث بکنن و مغالطه نکنن، بس خیلی واضح خواهد بود. یکی این که منظورشان از دین کدام دینه، دین حق یا دین باطل. منظورم از دین حق که میگیم یعنی همون دینی که سه تا اصل از اصول دین رو داره: توحید، نبوت، معاد. و دین باطل و کدام دین هست؟ منظور کدام دین؟ دین حق خب غیر از این میشه دین باطل دیگه، درست؟ از باب تعرف و لشیا به ازدادی ها میشه دین باطل، دین هایی که اصالتا پیغمبر آوردن و بعد از او دین هایی که تحریف شده. چرا؟ چون اصلا اساس و ریشه سکولاریسم هم در مسیحیت ها همون دین قسمت تحریف شده ای مسیحیت بود که در واقع این باعث شد که اونا به سمت سکولار بره، وگرنه قبل از او همه به سمت چی میرفتن؟ به سمت همون اینکه دین و سیاست آمیخته ای با هم هستن. مسئله دیگه در مورد سیاست است. اگر از اونا سوال بکنی که آقا منظور شما سیاست چیست، میگن که خیلی به کلی برگزار میکنن، میگن که سیاست یعنی تدبیر جامعه دیگه، اداره کردن دنیا،
میگیم خب در این اداره کردن دنیا فقط همون یک قسمه که مثلا حالا بزرگترین شاخصش اینه که مثلا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. آیا بین دین و دنیا هم رابطه میتونه باشه؟ دین دنیا برای آخرت هم میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ اینا در اینجا به ابهام برگزار میکنه، یعنی سیاست رو به عنوان مغالطه خودش اصلا، یعنی استفاده از اشتراک لفظی. سیاست هم مشترک لفظی هست بین سیاست حکیمانه و سیاست ماکیاولی. دین هم مشترک لفظی است بین دین باطل و دین حق. ولذا من هر چی که مطالعه کردم این زمانی که فرصت داشتیم و تمام سکولارهای نمید دوتا موضوع رو روشن نکرده بود. دین میگفتن، میگفتن کدام دین؟ میگفت دین دیگه. کدام سیاست؟ میگفت سیاست دیگه. در حالی که برهانی اگر بخوایم بحث بکنیم اینه که باید مشخص بکنی دین حق یا دین باطل. دین باطل اصلا اهل منطق نیست، اون نمیشه اصلا بحث کرد. سیاست را اگر بحث بکنن، سیاست ماکیاولی، اونم قضیهش روشن هست، اصلا جای بحث نداره که اون از چیه؟ از دیانت جداست. یک مطلب. مطلب دیگه، استاد محترم جناب آقای دکتر فصیحی اشاره فرمودن راجع به تعریف دین. باز میبینیم که همین مغلطه رو ما در صحبت‌های دکترم مشاهده کردیم. مثلا بحث اول ما و شما با حکمت شروع شد که ایشان راجع به حکمت هیچ موضعی نگرفتن، مشخص نکردن که حکمتی، فقط انتقاد کردن، گفتن آقا اون حکمتی که شما میگی مالی یونانی هاست، این در قرآن نمیشه، ممکنه این نباشه، یه چیز دیگه باشه. گفتن اون چیز چیه؟ هیچی مشخص نکرد. اینا گفتن که دی... حکمتی که در قرآن هست یک حالت ارزشی را داره و حتی عقلی که در قرآن هست، اینا به صورت عقل قول بود یا گفتن علم جدید، اینا بله. از خودشان موضع خاص نگرفتن که حالا انشالله امیدواریم باز این موضوع رو مشخص بشه تا بحثا به یک نتیجه برسه. بحث دیگه ای که کردن راجع به تعریف خود دین بود. ایشان دین رو تعریف کردن به استعلا. دین یعنی چیزی که انسان رو بالا میبره. خب این خیلی ضد منطق، خارج از محدوده منطق. اصلا منطق چی میگه؟ منطق میگه آقا معرف باید از معرف چی باشه؟ اجلا باشه، اعرف باشه، واضح تر باشه. شما میخوایی مثلا یک چیزی گنگ را میخوایی توضیح بدی، با یک چیزی گنگتر از او بخوایی توضیح بدی، خب این که نشد معرف. آه؟ مثلا شما نگاه بکنید دین گفتن استعلا. اولا که کلمه استعلا خیلی مبهمه. این استعلایی که شما میگی استعلای فردی، اجتماعی، استعلای مادی، استعلای معنوی، استعلای علمی، استعلای عملی و انواع شاخه های زیادی میتونه برش داشته باشه. یک مشکل. یک مشکل دیگه این است که اصلا سیاست چیه؟ حالا سیاست، حتی سیاست ماکیاولیش هم که شما در نظر بگیری، ها سیاست هم استعلاست. یعنی وقتی شما جامعه رو مدیریت میکنی، مثلا در اون جامعه شما چیکار میکنی؟ تعلیم و تربیت انجام میدی، باعث استعلای جامعه میشه، از نظر علمی پیشرفت میکنی. یا اینکه از نظر اقتصادی مدیریت میکنی، تجارت و بازرگانی را از نظر اقتصادی استعلا داری. یا اینکه مثلا ممکنه شما از نظرهای دیگر جامعه را مدیریت بکنی، جامعه هر چیزی که نیاز داره، خب اینا رو باید مثلا سیاست مدیریت بکنه دیگه، اینا همش باعث استعلا میشه. پس سیاست هم خودش استعلاست. یعنی در همین تعریف دین اگر ما به معنای استعلا بگیریم، با اینکه تعریف غلطه، تعریف نادرست، از لحاظ منطقی درست نیست، ولی در عین حال همونم میتونه هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. در همونجا دینم انسانها رو بالا میبره، چی به لحاظ حالا تعریفی که ما میکنیم از دین، چی به لحاظ فردی، چی به لحاظ اجتماعی، چی به لحاظ دنیوی، چی به لحاظ مثلا اخروی، و هم سیاست هم میکار میکنه. خب نکته سوم، نکته سوم راجع به ذاتی بودن سیاست برای دین بحث شد. جناب آقای دکتر بحث کردن که سیاست ذاتی دین نیست. چند تا دلیل آوردن. یکی از دلایلش این بود که ما میبینیم مثلا گاهی وقتا سیاست نیست، دین هست. مثلا میگه زمان پیغمبر
در روزهای اولش که در مکه بود حکومت تشکیل نداد، ولی بعدها که جامعه احساس نیاز کرد، مصالح مسلمین این را اقتضا کرد، گفتن که بله خب در اونجا تشکیل حکومت داد. پس معلوم میشه که اصلا این سیاست مربوط به اقتضاعات و مصالح جامعه است و اصلا ربطی به دین نداره. دین و سیاست از هم دیگه جداست. بله لحاظ منطقیشان خودشان هم متوجه هستن که در ذاتیات ما میگیم مقتضی زمان اثر میکنه که مانع نباشه، یعنی یک چیزی ذاتی زمان اون ذاتیتش فعلیت پیدا میکنه که مانع نباشه. حالا ایشون مثال زدن، مثلا گفتن باید مثل آتش و سوزانندگی باشه، باید مثل آب و تری باشه، حالا اینش من اضافه کنم، باید مثل روغن و چربی باشه، باید مثل مثلا نمک و شوری باشه، باید مثل شکر و شیرینی، اینطوری ذاتیه. خب میگیم در همینجا نگاه کنید، آیا آتش همیشه هر چیز میسوزانه؟ آیا آب هر چیز تر میکنه؟ مثلا فرض کن آب پلاستیک تر نمیکنه. چرا؟ آیا در اینجا آب اون ذاتیتش از بین رفته؟ یا آتش مثلا بعضی مواد نسوزه اینا رو نمیسوزانه؟ آیا به نظر شما اینجا آتش هست ولی سوزانندگیشی نیست؟ یعنی این ذاتیات از ذاتش جدا شده، دیگه سوزانندگی ذاتی آتش نیست؟ میگم چرا؟ اینجا مقتضی هست ولی مانع هست. ذاتی وقتی تأثیر میکنه که مقتضی باشه، مانع مفقود باشه. یا در فلسفه یک چیز دیگه داره، میگن فاعلیت فاعل و قابلیت قابل. ذاتی یعنی همون فاعلیت فاعل، فاعلیت فاعل بدون قابلیت قابل کار نمیکنه، تأثیر نمیکنه، فعلیت پیدا نمیکنه. فرض کن مثلا همین آتش خودش فاعلیت داره، باید بسوزانه، ولی این چیزی که نسوز هست اینه چرا نمیسوزانه؟ چون قابلیت سوختن نداره. یا این که مثلا من میتونم تماس بگیرم، با موبایل تماس میگیرم چون قابلیتش داره، ولی مثلا با این قلم نمیتونم تماس بگیریم. چرا؟ چون ضعف ازی از قابلیت قابله. یا مثل که در مورد خدا مثلا مثال میزنن، حالا فلاسفه بحثای زیادی مطرح میکنن، میگن خدا قادر مطلق، ولی سوال کردن آیا خدا همه کارا رو انجام میده؟ میگن آیا محالات رو میتونه خدا انجام بده؟ میگیم نه، محالات دیگه انجام دیده نمیتونه. چرا؟ اینی که محالات انجام داده نمیتونه، آیا باعث ضعف خدا میشه؟ یعنی قدرت خدا دیگه مطلق نیست، محدود میکنه قدرت خدا را؟ میگم نه، در اینجا اصلا محال قابلیتی تحقق را نداره، قابلیتی به وجود آمدن را نداره. پس این ضعف از اونه، نه از این. پس ما میتونیم بگیم که آقا دین ذاتی هست، سیاست برای دین ذاتی هست، اما این تحققش بستگی داره به فاعلیتی، به قابلیت قابل، و از اون طرف به این که مانع وجود نداشته باشه. گاهی وقتا جامعه اصلا پذیرش حکومت اسلامی رو نداره، جامعه اصلا قابلیت نداره، جامعه قبول نمیکنه، مانع وجود داره. پس در اینجا با این که ذاتیشی هستا، ولی چه به خاطر این دوتا مانع نمیتونه این تحقق پیدا بکنه، و این باعث نمیشه که پس بگیم پس این ذاتی نیست. و در گذشته من بیان کردم که اصلا جز اعتقادات ماست، یعنی دین حق را اگر شما در نظر بگیری، دین حق اساسش توحیده. ما میگیم ادیان توحیدی، در توحید، توحید در ربوبیت تشریعی، ربوبیت تشریعی در واقع اردو معنا رو میده، یکی این که وضع قانون مال خداست، فقط خدا حق قانون گذاری داره، فقط خدا حاکمه، یعنی انسان‌ها حتی حق حاکمیت هم ندارن مگر جایی که خدا اجازه بده، به نیابت از خدا، به اجازه خدا حکومت بکنن. این در ذات دین خوابیده. حالا یک ذاتی به این معناست، یک ذاتی دیگه هم به این معناست که آدم وقتی نگاه میکنه، هر کس که نگاه بکنه همون ذاتی ازش فهمیده میشه. مثلا هر کس تصوری نمک بکنه، شوری ازش میفهمه،
اتفاقا دینم همی رقم بوده. یعنی شما در طول تاریخ بشریت نگاه بکنید، حالا بر اساس اون چیزی که کتاب‌های مقدس و قرآن و اینا گفته دیگه، ولی خب تاریخ دقیقش هرچند مشخص نیست، اما کلیاتش بشر میدونه. ببینید دین وقتی که آمده مخالفین دینم سیاست را ازش فهمیدن، موافقین دینم سیاست را ازش فهمیدن. مثلا شما نگاه کنید وقتی موسی اعلام میکنه که من پیغمبرم، فرعون در مقابلش استاد میشه. خب اگر فرعون ازش سیاست نمیفهمید چرا در برابرش استاد شد؟ بعد فرعون چی گفت؟ اتفاقا دقیقا همون ربوبیت تشریعی بیان کرد، گفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار اعلایم. این چرا گفتی را؟ حتما تصور چین بده که او طرف حضرت موسی گفته نه، حاکم باید خدا باشه، باید از طرف خدا تعیین شوه، تو حاکم دیگر نیستی. اون گفت نه خیر، من حاکمم. درسته؟ پس خودی فرعون، نمرود، کسانی که مخالف پیغمبر بودن، ابو سفیان، ابو جهل، کسانی دیگه، یعنی اتفاقا خود حاکما اولین برداشت میکردن. بعد در طول تاریخ شما برید سلاطین هم میرقم بودن. سلاطین خودشان رو میگفتن ما نماینده های خداییم، ذل الله هستیم، سایه خداییم، یا میگفتن که مثلا ما خیشا و دوستای خدا هستیم، نحن ابناء الله مثلا همچین چیزایی میگفتن. خب پس نگاه کنید خود حاکمان، مخالفین پیغمبر و کسانی که مثلا چی بودن، متدین بودن، اینا همش سیاست میفهمیدن. پس معلوم میشه که سیاست به اون معنا که از تصور موضوع تصور محمول لازم بیاد، باز به اون معنا ذاتی هست. یعنی هر کس که دین رو نگاه کرده ازش سیاست فهمید. بله. و اتفاقا اندیشه سکولار بعد از این حرف آیه، اندیشه سکولار در قرن 12 و 13 و 14 مسیحیت در قرون وسطا اصلا شکل میگیره، اونم بر اساس بر ویرانه های چی؟ بر ویرانه های مسیحیت تحریف شده. تحریفش هم خیلی واضح بود، مثلا اینا آمده بودن نظریات علمی رو جزئی آموزه های مسیحیت کرده بودن، مثلا حیات بطلمیوس را، طبیعیات ارسطو را، اینا را آمده بودن جزئی آموزه های مسیحیت کرده بودن. بعدا اینا درش تناقض ایجاد شد، بعدا اینا با مشکل مواجه شد، این نظریات تغییر کرد. بعد برای زی که مثلا خودی اندیشه های دینی مورد تردید قرار نگیره، خب دیندارا آمدن چیکار کردن؟ دیندارا آمدن آقا طرح سکولار مطرح کردن، میخواستن که اون آسیبی که سیاست داره، اون آسیبی که علم داره، عقل داره، تردیدا و شکا به دین نرسه. ادامه برنامه سنگاه پس از میان برنامه کوتاه. به ادامه سنگاه خوش آمدید. آقای فصیحی، صحبت هایی که شما در جلسه قبل داشتین، گفتین که رابطه ذاتی یا به تعبیر دیگر یعنی سیاست در ذات دین نیست، پس نمیشه گفتین که این را استنتاج کرد سیاست را از دین، یعنی الزاماً دین سیاست نمیاره و سیاست را نداره در درون خودش. اما آقای رحیمی با دلایلی که اشاره کردن این صحبت های شما را رد کردن و در ارتباط به تعریف شما از دین داشتین، دین یعنی استعلا، گفتن که شما یک واژه با یک واژه گنگتر، یک واژه مبهم را آمدین تعریف کردین که این تعریفی درستی نیست. و همچنان در ارتباط به سیاست خوب و سیاست بد، دین حق و دین باطل هم گفتن که شما تفکیک را نداشتین. حالا میخوایم با سخن شما در مورد داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام خدمت جناب دکتر صاحب رحیمی و شما بندگان عزیز. ببینید سلام شما. اما از نظر روشی اگر بخوایم بحث دنبال بکنیم، اصلا بحث های ما وقت رشمن نیست. بحث تاریخی، بحث کلامی، بحث فلسفی، بحث درون دینی، اینا خلط میشه. من از جلسه اول عرض کردم که ما در سه مرحله میخوایم بحثم یا چهار مرحله مطرح کنم. مرحله اول فلسفی است، مرحله دوم کلامی است، مرحله سوم فقهی و مرحله چهارم جامعه شناسانه. اول ما از منظر فلسفی وقت ما بحث میکنیم، کسی اگر منطق با منطق با متدولوژی آشنایی باشه، نمیتونه در فلسفت به قرآن رو استناد بکنه، چون قرآن گفته پس میشه فلسفه. فلسفه بر متد عقلانی و استدلالی و برهانی بحث میکنه.
لذا ما بگم بحث ما فلسفی است، اما قرآن در خودی چیزی که محل منازعه است ما استناد کنیم اگر میشه. ما هفته پیش نور بحث کردم که اینا سر جای خودش هر جای قابل تحلیل است. پس اگر فلسفی با ما بحث میکنید، ما فلسفی بحث میکنیم، عقلانیست فعلا کاری و استناد به شواهد تاریخی، شواهد درون دینی و نشانهای جامعه شناسی نداریم. خب توحید یک آموزه اعتقادی است. انا ربکم الاعلا، شما فرمودید خب این استناد قرآن است. من فیلسوف، حالا من فیلسوف نیستم، یا فیلم مثل شما با یک غیر مسلمان اگر بخوای بحث کنید، بحث کاملا پادر حواسی بحث نیست. بیا بر منطق عقل، عقل و استدلال فلسفی و معرفت شناسی و انسان شناسی بحث میکنیم که چون تلازم وجود داره نداره که باز بود میرسیم. نکته دوم، اول همین نکته هایی که مطرح شد مرسیم، باز بحث خود برمیگردم. ببینید شما، من اصلا شما بگید دین حق دینی چی، از او بحث ها میریم عبور میکنیم، او نه مغالطه است نه خلط است. شما اگر کتاب های دین شناسی جدید را که بر مبنای روش های جدید دین شناسی بحث شده است، همش همین تعریف میکنه، چی اصالت ماهیت ها، چی اصالت الوجود ها. بله در اسلام اگر ما بخوایم دین تعریف کنیم، دین یعنی تسلیم اسلام. من خیلی بلدم اینا، اما جایگاه بحث من فعلا اینجا نیست. دین یعنی ما مشخصا میگم منظور من از دین در همین جا یعنی اسلام، یعنی اسلام. خب روشن است، مصداق یعنی اسلام. وقتی میگم سیاست یعنی تدبیر امور زندگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی انسان ها، تدبیر دنیای ما انسان ها، نه سکولار های خلق کرده نه غیر سکولار ها خلق کرده. هم در تعریف سکولار ها مشخص است، هم در تعریف غیر سکولار ها هم دینش مشخص است، هم سیاستش مشخص است. بحث سیاست ماکیاولی و سیاست حکیمانه مندرآوردی هایی است که ما در میاریم. سیاست اون چیزی که در ذهن ما هست، سیاست اون قدرت است نه سیاست. خلط نکنیم بین قدرت و سیاست. وبر میگه قدرت یعنی اراده معطوف به تحمیل اراده علی رغم میل دیگران. این سیاست نیست، این قدرت است. ماکیاولی فهمیده از یک نظام سیاسی بس میکنه. ماکیاولی چشمندا بنیانگذار تجدد معرفتی است. ما نمیفهمیم ماکیاولی هم، چون که وبر رو نفهمیدیم، چون که مارکس رو نفهمیدیم، چون فروید رو نفهمیدیم. به این آسانی نمیتونیم ما بگیم که این فلانی توری است پس سیاست حکیمانه است. اتفاقا شما کتاب لشتراوس رو بخونید، آقای لشتراوس برای شما فکرم تدریسم کردم قسمتایش رو، میگه اصلا ماکیاولی ادامه دهنده سنت ارسطو و افلاطون است. همه دنیای جدید رو او دنیای سنت رو آورد، منتها بعد از اونها آمدن روسو و نیچه دنیای جدید رو برپا کرد. کتاب ایچه رو بخونید، من نمیگم، اشتراوس میگن فلسفه سیاسی چیست. خب از این بحثا بگذاریم چون نتیجه نمیگیریم. نکته دیگر هم این است که ببینید شما، بحث ما در مرحله فلسفه این است که اساسا ما میتوانیم هم چه ارتباطی داشته باشیم یا هم چه ارتباطی نداشته باشیم. ای به این معنا نیست که در طول تاریخ از دین به عنوان ابزار سیاسی استفاده نشده باشد. بله اگر فرعون هم چی دای کرده است که باز مونده و بحث داریم، اگر موسی هم چی حرف زده است، اگر پیامبران هم چی گفته است، اگر عبدالرحمن در افغانستان گفته است که ما ذل الله هستم، فلان طور هستم، فلان طور هستم، واسطه خلق و خالق هستم، اینا استفاده های غیری به تعبیر من تفسیرهای سکولار از دین است. دین رو ابزار قرار داده است، همچنان که ما خیلی چیزهای دیگر رو میتونیم ابزار برای خیلی چیزهای دیگر قرار بدیم. اتفاقا آقای موریس باربیت در کتاب رابطه دولت و سیاست، دیانت و دولت در دنیای مدرن، چهار الگوی مناسبات سیاست و حکومت بحث میکنه. چند وقت که یک از اونها استفاده ابزاری از دین برای رسیدن به قدرت است. بله خیلی استفاده میشه. چند وقت پیش بود، یعنی چند سال پیش منظور ما، آقای هابرمارس آمده بود در تهران یک سخنرانی داشت به تحت عنوان پساسکولاریزم. ایشان حرفش این بود که در دنیای پست مدرن دیگه سکولاریسم افول کرده است، شکست خورده است، عصر برگشتی به دین است. خیلی از آدم ها ذوق زده شد، گفت ببینید سکولاریسم شکست خورده است، دوباره دین برمیگرده زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و سیاسی انسان ها. خیلی خوشحال شدن. اتفاقا مسند سخنش هم همین صحبت آقای هابرمارس بود. من در اون سخنرانی هابرمارس دانشگاه تهران خودم شخصا حضور داشتم. با فهمی که نیمه ناقص از زبان انگلیسی او داشتم، من او چیز برداشت نکردم. از بعد همین تفسیرها
سبب شد که من برم روی متن مقاله زو کار کنم. حرف هابرماس این بود که در دنیای پسا مدرن دین برمیگرده، دیگه سلطه عقلانیت از بین رفته است، استبداد عقلانیت شکست خورده است، برگشت مجددی به دین هست. دین برمیگرده که معیارهای عقلانیت مدرن را بپذیرد. این غیر از این است که ما بگویم دوباره اصل دیانت به سر آمده است. یعنی دینی که ابزار عقل در خدمت علم مدرن است. بله، با همچه دیانتی هیچ کس مشکل نداره. و در طول تاریخ که ما در بحث‌های جامعه شناسی رسیدیم، باز بحث میکنیم که اینا چه استفاده‌ای کرده. نکته دیگر، ایشان مثلا فرمودن که طبق سنت لایتغیر و لایتحذف و لایتبدل دینی امکان ندارد که ما بگوییم که حاکمیت از حق ما انسان هاست. حاکمیت فقط و فقط از خداست. یعنی قدرت از خداست که به انسان ها واگذار می شود. ایشان به عنوان یک تفسیر بسیار واضح و روشن این از دین مطرح کرده است. من یک سوال دارم. آیا علامه طباطبایی یک آدم دینشناس مسلمان هست یا نیست؟ و بسیار از مراجع دینی شیعه دیگر شیعیان و حتی برخی از علمای بسیار برجسته جدید اهل سنت، شما در کتاب‌های مختلف علامه طباطبایی از جمله در تفسیر شریف المیزان که ایشان آمده قرآن رو تفسیر کرده، در اونجا ایشان به صراحت بیان میکنه که ملک اجتماعی است، قدرت امر اجتماعی است، قدرت از انسان هاست. این انسان هاست که به هر کسی داد میتواند بدهد و به هر کسی که نداد نمیتواند بدهد. هیچ جای ایشان نمیگه که قدرت از سوی خداوند واگذاشت به انسان ها که یک نظام سلسله مراتبی قدرت شکل بگیره. ایشان میگه ملک امر اجتماعی است. اگر اشتباه نکنم در لحظه استدلال خوب پشترش داره، در جلد 4 المیزان ایشان این بحث مطرح میکنه و حتی ایشان در همون جواب بحث خیلی خوبی رو مطرح میکنه. میگه اساساً تفسیر دین هم امر اجتماعی است. یعنی ما برای فهم دین باید مراجعه بکنیم، بدانیم و بفهمیم که مردم چه خواهم تفسیر میکنه. بله. خب این یک عالم دین است. یک کسی است که عمر خود را بر دین سپری کرده است. و قبل از انقلاب اسلامی ایران، قبل از شکلگیری نظام جدیدی ایران، بسیار از فقهای شیعه قدرت و تحویل گرفتن قدرت فرار میکنه. در حوزه نجف همیال از کسانی که حی حاضر زنده است که این تفکر رو نمیپذیره. آیا اینها مسلمان نیست؟ اینها دیر رو نمیفهمه؟ خب این بحث های تاریخی اجتماعیه، بحث فلسفی نیست. فقط اشاره کردم که این مغالطه هم صورت میگیره. ببینید، من در هفته گذشته، هفته قبلش عرض کردم که چهار تا گزاره من دارم، یعنی 4 تا پیشفرض وجود داره که ابتناع سیاست و دیانت را، سیاست بر دیانت و سوار میسازه، که این 4 تا گزاره اگر ثابت نشود ما نمیتونیم همچین دعایی بکنیم. که از منظر فلسفی است، ما در آیات و روایت هم اینجا استناد نمی کنیم. 1، کمیلا فکرم درست تحلیلم نشده، طبیعت خداوند اقتضا میکند که مسلمانان را امر نماید که زندگی سیاسی اجتماعیشون را بر اساس دین استوار سازد. آیا خداوند طبیعتش همچی اقتضای هستن داره یا نداره؟ این یک گزاره بسیار واضح روشن است، بحث بکنیم تا روشن شود. من هفته قبل گفتم در جلسات قبل که طبیعت خداوند همچی اقتضایی نداره که مسلمانان این کار رو بکنه. اگر این کار رو بکنه، همون ادیان توحیدی دیگر به تعبیرشون ادیان حق دیگری مثل یهودیت، مثل مسیحیت هم همچی کار باید انجام بده. چه تفاوت میان من مسلمان و یهودی و مسیحی وجود داشت که خداوند اونها رو امر نکرد ولی ما رو امر کرد؟ پس معنایش این است که نتیجه گرفت هفته قبل که ذات خداوند هم اقتضایی نمی کنه، شرایط سیاسی اجتماعی اگر هم اقتضایی کرده باشه که دیانت سیاست با هم در اسلام تلفیق شده باشد، پس این تابع شرایط سیاسی اجتماعیه، تاریخی است، فرهنگی است. با تغییر شرایط اجتماعی سیاسی این ممکن تغییر بکنه، ذاتاً همچین ارتباطی وجود نداره. حالا خب مثال هم که زده شده که آب میسازند آتش نمیسازند، اون بحثای دیگری است که حالا با دیگه چون بحثای حاشیه‌ای است من نمیپردازم. گزاره های من، ادعاهای من بسیار واضح روشن است. 2،
خداوند به مسلمین دستور میدهد که امورات این جهانیشان را با قطع نظر از شرایط اینجایی و اکنونی بر وفق قواعد مستخرج از دین اسلام تنظیم نماید. یعنی اونجا گفتیم مثلا در ذات خداوند هم چه اقتضای وجود داره وجود نداره. اینجا بر فرض اگر پذیرفتیم که داره یا نپذیرفتیم، این بحث دیگر ما، گزاره دیگر ما این است که آیا خداوند مسلمانان را همچه دستور میدهد یا همچه دستوری داده است یا نداده است. این بحث فلسفی، بحث درون دینی نیست. سه نکته سوم، باز ما جزئی تر میشیم. خداوند به مسلمانان دستور میدهد که امورات این جهانیشون را بر اساس قوانین کتاب و سنت تنظیم کند یا غیر. که ما باز هفته بحث کردیم که همین چیزی وجود نداره، ما نمیتونم چو تلازم عام را ثابت کنیم. نکته چهارم، انسان طبیعتاً عاجز از آن است که بتواند دنیای خود را بر اساس عقلانیت خود بچرخه. ما سه گزاره قبلی رفته قبل مثلا مفصل بحث کردیم که هیچ کدامش را با توجه به تشریحاتی که داشتیم جواب منطقی دریافت نکردم. فقط امروز روی این سه تا گزاره که تحلیل از این میشه میپردازم. یک گزاره دو رقم تفسیر میشه، و این مثلا حتی ابن سینا در بحث اثبات نبوت یا فارابی در بحث اثبات نبوت، همچنان بعد از او اول فارابی مطرح میکنه، بعد ابن سینا، بعدم ملا صدرا خیلی پرورش میده بحثا را، میگه که ما برای چی به سن به نبی به سان به سنت گذار نیازمند هستیم؟ میگه دو تا دلیل داره. یک، انسان ها از نظر معرفت شناسی ظرفیت و استعداد این که بتواند زندگی دنیوی خود را اداره بکنه نداره. یک، دو، از نظر اخلاقی استعداد این که بیای قانون بی‌طرفانه که برای همگان ضرورت اجرا داشته باشد نداره. اتفاقا از همینجا میرسه به نبوت و ضرورت نبوت را اثبات میکنه، که خب از همینجا باز بحثای حکومت دینی را متأخر استفاده کرده. حالا ما از قبل قسمت اول بحث کردیم، روی بود که آیا چطور میشود که عقل بشری و عقل انسان ها اصل وجود خدا را ثابت بکنه، اصل ضرورت نبوت را ثابت بکنه، اصل معاد را ثابت بکنه، اما همین عقل وقتی که آمد در امور جزئی و روزمره و زندگی شخصی خود عاجز از این باشه که نتانی داره بکنه. این عقل من نمیدونه که من اقتصاد خود را چگونه تنظیم کنم، نظام انتخاباتی خود را چگونه تنظیم بکنم. یعنی ما میتوانیم اصل وجود خدا را اثبات بکنیم با عقل، بله، اما تشریع امور زندگی دنیوی و جزئی و روزمره خود را نمیتوانیم. بله، ما میپذیریم که عقل انسان در درک سعادت دنیوی انسان، مساله اخروی انسان، او چیزی که به بعد متعالی انسان مرتبط میشود ممکنه عاجز باشه. عقل ما نمیفهمه که چرا نماز صبح ما دو رکعت بخونیم، نماز ظهر چهار رکعت بخونیم. اینا بحثایی است که تعبدی یادم است، اما عقل ما میفهمه. وقتش مانعی نداره که بیای، تاریخ بشر هم این اقتضا کرده که آمده، این بحث فلسفی نیست، بحث تاریخیه، که زندگی خود سامان داده. حالا ما در بحث جامعه شناسی و کارآمدیش بحث میکنیم اینا را. چرا این انسان عقلش نمیتواند بیای زندگی خود سامان بده؟ این بحث است، بحث فلسفی اینجاست. لذا یک، دو، از نظر اخلاقی، از نظر اخلاقی آیا انسان ها میتواند قوانین وضع بکند که به نفع همه باشه یا نمیتواند؟ اینا مگه نمیتواند؟ ولی من معتقدم که اگر انسان خودش نتواند، این پیوند ذاتی بیان دیانت و سیاست هم در اینجا برقرار نمیشود. اساسا ما اگر یک نظام اخلاقی و یک میزان عقلانی را قبل از اثبات دیانت خود نپذیریم، ما نمیتوانیم هیچ دین حق و دین باطل را ثابت بکنیم. چرا ما اینقدر انسان را تقلیل میدیم، اینقدر انسان را تنزل میدیم، میگیم نه، این انسان هیچ است، این انسان هیچ است، این انسان حاکمیت فقط از خداست، این نیست، او به هر کسی که واگذار کرد باز همون حق حکومت را داره؟ انسان اینطوری نیست. ما اگر گفتیم عقل انسان از انسان منعزل است،
در عرصه اخلاقی و اجتماعی اخلاق از انسان منعزل است، اخلاق هم امر آسمانی است. ما اگر میگیم انسان از نظر اخلاقی قدرت کار نداره، یعنی سیستم اخلاقی و نظام اخلاقی باید از سوی خداوند بیاید. او اخلاقی ارزشمند است و او اخلاقی متعالی است که از سوی آسمان آمده باشه برای ما. خب من سوال میکنم، ما از کجا تشخیص دیم که این نظام اخلاقی از اون نظام اخلاقی برتر است؟ میگید پیامبر گفته است، حضرت محمد گفته است، ما او را قبول داریم، نه حضرت مسیح را. میگید ما از کجا تشخیص بدیم که حضرت محمد برتر از حضرت مسیح است؟ پس آخرش به عقل میرسیم. همین عقل میتواند برای ما ثابت بکند اساسات را، بنیادها را، حسن قوپ عقلی را که ما زیاد میبریم، نام میبریم، ولی همین عقل در زندگی روزمره ما وقتی که میآید پاش میلنگه. در سیستم اقتصادی ما پاش میلنگه، در سیستم تعلیمی ما پاش میلنگه، باید اینجایی که دست ما بسته میشود. خب حالا ما میگیم اینه، این انسان اگه برفرض بپذیریم، برفرض ما پذیرفتیم که این انسان عاجز است، این انسان ناتوان است، نمیتونه اخلاق خود درست بکنه، نمیتواند سیاست خود درست بکنه، آیا ذات این انسان ناتوانی رو داره یا ما مسلمان های ناتوانی رو داریم؟ اگر ذات انسان ها این ناتوانی رو داره، چرا خداوند آمد در حق مسیح انسان های قبل از اسلام این لطف رو نکرد که برای اسلام سیاست مبتنی بر دیانت بفرستد، اخلاق مبتنی بر دیانت بفرستد، علم مبتنی بر دیانت بفرستد، طب مبتنی بر دیانت بفرستد؟ اونا خودشون مدعی است که دین مسیح مدعی است که اخلاق سیاست به هم آمیخته نیست. در یهودیت همین باور وجود داره. پس چه از قاعده لطف خداوند بعید است؟ تحول بنیادی که در ما انسان ها پیش نیامده است. یا باید بپذیریم که تحول بنیادی در انسان ها پیش آمده، یعنی او انسان ها یک جوری بود، ما انسان ها یک جوری هستیم، که خلاف واقع است. یا اینه که بگوییم که در اراده خداوند یک تغییری پیش آمد. حالا سوال من این است که آیا در اراده خداوند که یک تغییری پیش آمد، این ناشی از چی هست؟ در ذات خداوند تغییر و تبدل وجود داره؟ ایره ما نمیپذیریم. از نظر فلسفی خداوند محل حوادث نیست، حوادث بر خداوند تاثیرگذار نیست. پس چیه؟ شرایط اجتماعی، همون چیزی که شان تعبیر کردن، قابلیت قابل، اقتضاعات بیرونی، شرایط بیرونی که ما انسان ها در اون زیست میکنیم، این تحول به وجود آورد. خداوند در مسیحیت شرایط به هر دلیلی فراهم نبود، سیاست چه گفت از جان نجدا. در ما به شرایط به گونه‌ای شد که این تلفیق شد، چون که در مکه و مدینه تحول پیش آمد. دقیقاً معنای حرف من هم همین است در بحث فلسفیش، که از نظر فلسفی ارتباط وجود نداره، شرایط اجتماعی، اقتضاعات تاریخی این پیوندها رو ایجاد میکنه. نتیجه این است که با تغییر شرایط اجتماعی این پیوندها ممکنه بگسلد، چنان که بین اسلام و مسیحیت این تفاوت ها وجود داره، بین اسلام و یهودیت این تفاوت ها وجود داره. شرایطی که در او شرایط به تبع وضعیت های اجتماعی فرهنگی آمیختگی وجود داشته است، ما اگر در شرایط دیگر این آمیختگی رو برداشتیم، ملامتی بر ما نیست. چرا؟ به خاطر که در ذات جوهر دیانت هم چیز وجود نداره. یک نکته، مثلا عبادات در همه ادیان وجود داشته است. آیا یک مثال بزنم ما؟ آیا روزه گرفتن که من و شما دو هفته یکی از این مناسک فارغ شده ایم، اقتضاء ذاتی خداوند بود؟ اقتضاء ذاتی هر دین مثلا روزه گرفتن یا نماز خواندن مطابق شرایط ما و شماست؟ یا اینا همگی متناسب با شرایط اجتماعی و زمانی و مکانیه؟ یک بحث را آقای شهید مطهری مطرح میکنه در ارتباط با بحث خاتمیت. ببین مثلا خاتمیت از اصول دینی ماست، ولی ایشان میگه که خاتمیت جزء ذات و جوهر دیانت نیست، بله مطابق شرایط اجتماعی انسان ها به تناسب زمان. در کتاب وحی خود بحث میکنه، عقلش پرورش پیدا کرد، رسید به جایی که دیگر نیاز به نبوت نداره. مثال میزنم، اگه انسان های گذشته نمیتونست کتاب خود حفظ بکنه، ما میتونیم کتاب خود حفظ بکنیم. وقتی که نبوت رو میگه جز ضروریات، یعنی ذات خداوند اقتضا نمیکنه که حتما اگر خدا بود نبی هم باشد،
ای از ما انسان هاست که نبی را اقتضا میکنیم، شرایط ماست، این از قضیه شرایط سیاست. بله سپاس شما آقای وسیع. آقای رحیمی کوتاه اشاره بکنید، فقط 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت باقی مانده، در ارتباط با اینکه اگر عقل بشر میتونه اصل وجود خدا را به اثبات برسانه یا عقل بشر وقتی میتونه ضرورت پیامبر را به اثبات برسانه، چطور نمیتونه امور ساده و روزمره خودش را انجام بده؟ خب من یک نکته فقط اشاره بکنم به اون چی که ایشان گفتن، که گفتن بس فلسفی نشد، تاریخی شد، جامعه شناسی شد. ببینید من حرف خود شما رو جواب گفتم، شما همین سوالایی که الان تکرار کردی ها، اینو خوب در اون جلسه پیش مطرح کردی که آیا اقتضای ذات خداوند هست یا نیست سیاست، آیا اقتضای دین، مفهومی دین، اقتضای ذاتش هست یا نیست؟ درسته؟ من گفتم اقتضای ذات خدا هم هست، اقتضای ذات دین هم هست. خب این را باید از نظر فلسفی ایشان میگم، مثال زدیم، مثال زدیم، ایشان رفته روی مثالش به جای اصل مطلب ویل کرده روی مثال. ما یک چی داریم میگه؟ لا مناقشت فی المثال. ده مثال دیگه مناقشه نیست، شما میتونی هر رقم مثال بزنی، اما اصل گپ سری چی بود؟ سری ذاتی بود، ذاتی یک بحث فلسفیه دیگه. دین ذاتی هست یا نیست؟ سیاست برای دین ذاتی هست یا نیست؟ سیاست برای خدا ذاتی هست یا نیست؟ میگم ذاتی است. خب من گفتم که بنده خدا دین چیزی که خودش گفته، خود دین گفته، نه دین رو گفته. فلسفه چی میگه؟ ببینید شما میخوای همون حکم عقلی میخوای بدی دیگه. حکم عقلی باید یک موضوع داشته باشه یا نه؟ حکم شرعی میدی، شرعی یک موضوع داره، این موضوع پیش فرض، حالا هر فرق نمیکنه، موضوعش عقل بده، موضوعش شرع بده، موضوعش حس بده، فرق نمیکنه. ما در اینجا راجع به نظر اسلام میخوایم بحث بکنیم که آیا در اسلام سیاست از دیانت جدا هست یا نیست. ما باید بفهمیم که آقا اسلام دین رو چی میگه. میخوایم این را از منظر فلسفی بحث بکنیم، حالا تنها اسلام نه، در کل رابطه بحث ما رابطه ببین. دین و سیاست هست. فلسفه دین در این مورد دقیقاً چی میگه، یا فلسفه و ببینید. عقل در این مورد اینمی. چی اینمی که ما میگیم فلسفه حکم فلسفیه، درست یا نه؟ موضوعش دین تعیین کرده. ما میخوایم آقا بگیم دین چی هست، از کی بپرسیم؟ از فلسفه باید این را پرسید، از نظر عقل باید به این نگاه کرد، از نظر خود دین که دین خودش چه تعریفی داره. خب خیلی خوب، بلکه از زاویه فلسفه. آیا فلسفه چیه؟ شما فکر کنید دین دیگه فلسفه نداره؟ یعنی فقط ما هر چیزی که عقل کنیم این میشه فلسفه؟ ببینید ما در دین عرفان داریم، فلسفه داریم، فقه داریم، کلام داریم، هر چی که داریم، همه اینا دست به دست هم داده، دین برای دین خودش یک تعریف کرده که آقا دین رو ما اینو میفهمیم، ما اینو میگیم بس عقلی، ما اینو میگیم بس فلسفی، درستی نه؟ بله. شما ادیان توحیدی عقل چی میگه دین توحیدی رو؟ یعنی دینی که اساسش توحیده، درستی نه؟ ما کاری به دین نداریم. مثلا ادیان توحیدی مجموعاً بر محور توحید میچرخه، توحید ربوبیت تشریع داریم. خدا رو ایشان گفتن، اصلا ذات خدا هم چه اقتضایی داره؟ میگیم آقا خدایی که هیچ دستور نداشته باشه، خدایی که هیچ تدبیر نکنه، شما این خدا میدونی؟ خدا رو چی موجود میدونی؟ یک جایی میدونی نشسته ساکت و آرام، یا نه خدا حکیمه، خدا مالک الملکه، خدا رب العالمینه، خدا ولی مؤمنانه. اصطلاحات اینا که همینطوری علکی نیست، گوتری نیست که آقا میگیم ها مالک الملک، رب العالمین، این مال خداست دیگه. خدا را خب به اینا را دین اسمیات میکنه، اینا را دین میگه، فلسفه بله. میگه رب ما میخوایم ببینیم که اینمی چیزایی که دین میگه اینمی درش سیاست هم هست یا نیست. ما این داوری رو با عقل انجام میدیم، ما دیگه نمیخوایم برای دین خدا بتراشیم، برای دین ما خود ما بیم برای دین یک چیز بتراشیم بگیم اینی مال تو باشه، نه ما از خودش میپرسیم، اول موضوع از خودش میپرسیم، بعد این دوتا موضوع رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. آقای رحیمی که خدا به انسان عقل داده یا انسان این عقل را داره، چون خدای فصیح پیشتر مطرح کردن که انسان میتونه وحدانیت خدا را با عقل خودش مثلا به استنباط برسانه و به اثبات برسانه، همچنان مثلا حالا ضرورت پیامبر، عقل بشر اینا رو
بدون اینکه مثلا هیچ کمکی از خود دین بگیره میای عقل بشر اینا رو به اثبات میرسونه. اما حالا باز هم ما با عقل خود، با عقلی که فکر کنیم که با هیچ یک از مثلا احکام دینی در ارتباط نبوده، یک عقل محض به تعبیر کانت را در اینجا به کار ببریم که دقیقا از این منظر ما چه چیزی را به اثبات میرسانیم که واقعا این رابطه یک رابطه هست یا نیست، یعنی یک رابطه بین دین و سیاست هست یا نیست، با عقل محض خود این را بگیم. نه اینکه حالا عقل کارش چیه، آیا عقل کارش تعیین موضوع یا حکم؟ ما دو چیز باید از هم دیگه جدا کنیم، موضوع حکم، درست یعنی موضوع حکم. ببینید الان یک عوام میای از شما سوال میکنه که آقا جان من ماه را دیدم، حالا روزه خود بخورم یا نخورم؟ آیا این نفری که حکم شرعی رو بیان میکنه ای موضوع برای ازو جور میکنه یا نه بر اساس از موضوعی که داده حکم میکنه؟ ببینید اسلام دین برای ما یک موضوع داده، ما میخواییم ببینیم این موضوعی که این داره با اون موضوع تطبیق میکنه این دوتا یا نه. ببینید عقل کارش حکم کردنه، نه تا این موضوع. پس این خلطه، خلط حکم موضوع و حکم رو ما با هم دیگه چی کردیم؟ قاطی کردیم. پس موضوع را اصلش از اسلام میگیریم، میبینیم اسلام رو شما نمیخواییم مگر بگه اسلام با سیاست. نه در اسلام یعنی دین چی؟ با سیاست. دین با سیاست، رابطه دین با آقا سیاست. دین رو ما از کی بگیریم؟ بگیم دین رو شما چی میدانید؟ اون از ما آدم ها باید بگیم که آقا دینی که شما باور دارید چیه؟ ببینیم اونمو چیزی که اینا باور داره آیا با سیاست هم تطبیق داره یا نداره؟ درسته؟ ببینید در خود سوال ایشان هم مطرح همینه دیگه، شما از خدا اقتضای چی دارید؟ ببینید عقل خدا رو که میگه، خدا یک موجودی بی خاصیته یا خاصیت هم داره؟ او خاصیتش چیه خدا؟ شما همینطوری که در نظر بگیری یک موجودی کلانتر، بزرگتر، عالمتر، قویتر، داناتر، این زمه عقل چی میفهمه؟ خود به خود مدیریت اجتماعی رو میفهمه، خود به خود مدیریت زندگی رو میفهمه، خود به خود رب العالمین رو میفهمه، خود به خود مالک الملک رو میفهمه، خود به خود حکیم رو میفهمه. ازش چیزی نمیفهمه دیگه. خب یک مسئله اینو گفتم، من مثال هایی که زدم اون به خاطر تعریف برای که اون ذاتی جا بیفته. گفتم ذاتی است. ذاتی ببینید ما در منطق داریم ذاتی چند تا معنا داره. ذاتی باب عیسی قوجی که ما کلیاتی خمسه، یعنی ذاتی از ذاتیات جدا نمیشه. خب من مثال زدم، ایشان آتش مثال زده بود، من اینو میره نقص کردم، جواب نقضی دادم. ایشان گفت وارد چیزا شدید، داشتیم اگر خارج شدید شما خارج شدید، من ادامه حرف شما را نقد کردم. و اینکه مثلا گفتیم که ذاتی یعنی چی؟ یعنی ذاتی باب برهان هست که میگه از تصور موضوع تصور محمول لازمه. ما میگیم آقا تمام آدما چی مخالف چی موافق اینا تا دین رو شنیدن حاکمیت ازش فهمیدن. فرعون مثلا ما مثال زدیم، این دیگه مسئله تاریخی و اینا فقط مثاله، ما نرفتیم بحثی تاریخی بکنیم، برای توضیح همون بحث فلسفیه. مثلا شما یک ریاضی میزنی، ریاضی بحث میکنی، خیلی مثال هم میزنی دیگه، این معنایش نیست که شروع رفتی تاریخ رو با ریاضی قاطی کردی، در مثال مناقشه نیست. خب بس میریم روی از ما عقل. ایشان میگه که آقا جان آیا عقل انسان خود بسنده هست یا نیست در دنیا؟ ها؟ بله. کفایت میکنه برای مدیریت زندگی یا نه؟ سوال ما اینه. اینشان جواب نمیگه، متاسفانه همش به ابهام برگزار میکنه. میگیم آقا دنیایی که شما میگی، ما دو تا تصور میتونیم از دنیا داشته باشیم، دنیا با آخرت در نظر میگیری یا منهای آخرت، بریده از آخرت؟ اگر شما میگی بریده از آخرت، قضیهش یک چیز، او یک حکم دیگه داره. با آخرت در نظر میگیری، اون قضیهش جدای، هر دوش هم عقلی ها. عقل میگه آقا یا دنیا منهای آخرت یا دنیا با آخرت. حالا عقل کفایت تنظیم امور زندگی بشری را داره یا نه؟ ببینید قضیه خیلی واضحه. اگر ما رابطه دین و دنیا را بینش رابطه قائل بودیم، دنیا را مزرعه آخرت دانستیم، دنیا و آخرت را دور و یک سکه دانستیم، خب قطعا عقل چی نمیفهم؟ عقل ما چی میفهمه که ما چی کار انجام بدیم اینجا برای به درد زود دنیا بخوره؟ چرا؟ چون اصلا اونجا تصور نداره زود دنیا. بله. نمیتونه رو درک بکنه.
از این زاویه وارد شویم بهتره تو. ها یک مسئله درسته، ولی اگر بگیم که نه دنیا برای همین رفاه آسایش هرچی لذت ببریم، فردیتی که امروز لیبرالیسم غربی میگه، خب در این حد بله دیگه، عقل ما میفهمه که آقا چی از چی لذت ببریم، از چی خوشی ما میاد چی. ولی حتی در همین جا هم میشه گفت که آقا عقل بازم ناقصه، خیلی چیزا رو نمیفهمه. مثلا به عنوان مثال بر شما میگیم، عقل ما و شما حتی بعضی خوراکی ها رو درک نمیکنه که ما چی بخوریم. اینی می آیه که میخونیم اینی به ضرری میه یا به فایده میه؟ از کجا درک میکرده پس؟ الان مثلا شما نگاه کنید، فراتر از عقل در خوراکی ها مثلا چی بوده که انسان بر اساس قضاوت؟ مثلا الان شما نگاه بکنید، این همه دین آمده حکم آورده که آقا گوشت خوک نخورید، شراب نخورید، درسته؟ مردار نخورید، این چیزا. عقل انسان اینو میفهمید؟ نمیفهمید. الان کم کم علم پیشرفت کرده، یک سری چیزها آشکار شده. ما اگه منتظر عقل بشیم، باید بشینیم تا قیامت خوب پیشرفت بکنه جامعه بشری، اون وقت اون آدمایی که تازه مثلا اینا از بین رفته اینا باید چیکار بکنن؟ پس عقل ناتوان هست ما اگر رابطه رو بدونیم. شکر میکنم از حضور شما مهمانان گرامی. تا به حال در بحث بوده، این وقت کاملا به پایان رسیده و بحث ما هم اما به پایان نرسید. شاید این بحث آخری رو که داشتیم پنجمین بحث است، رابطه دیانت و سیاست بود که هنوز هم ما در همون حوزه های اولیه در حال گذار هستیم. تا ای که برسیم به مراحل بعدی این مبحث، تشکر میکنم از مهمان گرامی آقای دکتر امان‌الله فصیحی استاد دانشگاه و جامعه شناس و آقای دکتر رحیمی استاد دانشگاه و فیلسوف، و همچنان تشکر میکنم از شما بیننده عزیز که تا به حال با برنامه سنگاه بودید. میتونید شما در این حال برنامه سنگاه را، این سلسله مباحث را از طریق یوتیوب و فیسبوک نگاه نیز دنبال بکنید. تشکر میکنم شما.